وزیر کشور عراق از آمادگی و اطمینان از برگزاری مناسب مراسم ماه محرم و زیارت اربعین خبر داد. در ادامه همکارم گزارشی از آمادگی وزارت کشور عراق در این زمینه و افتتاح پروژه کمربندی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا تهیه نموده که با هم می‌بینیم. عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق اعلام کرد که دستورهای لازم برای آماده سازی و اطمینان از برگزاری مناسب مراسم ماه محرم و زیارت اربعین داده شده است. عبدالامیر الشمری وزیر کشور ریاست نشست گسترده ای را با حضور معاونان، مدیران کل و مدیران این وزارتخانه و تعدادی از فرماندهان نظامی و انتظامی بر عهده داشت. در این نشست همچنین تعدادی از مسئولان امنیتی به منظور بررسی گزارش فعالیت‌های انجام شده در 6 ماهه سال 2024 و برنامه‌های آینده حضور داشتند. الشمری در این نشست کاری توصیه‌های لازم به منظور انجام هرچه مطلوب‌تر مأموریت‌ها در حوزه‌های امنیتی و خدماتی را ارائه کرد و بر ارزیابی کار همکاران و فعال کردن نقش نظارتی در همه بخش‌ها و آمادگی مناسب برای هر مأموریتی تأکید کرد. وی بر تکمیل پروژه‌های زیربنایی، تداوم خدمات رسانی به شهروندان و استفاده از فناوری‌های روز به ویژه در حوزه تامین امنیت مرزها، ترافیک و همچنین در کلانتری‌ها و سایر مراکز تأکید کرد. گفتنی است که استانداری کربلا در نظر دارد در ماه جاری پروژه راهبردی کمربندی امام حسین علیه السلام به طول 21 کیلومتر را در ایام زیارت اربعین افتتاح کند. این پروژه می تواند در تسهیل نمودن ارائه خدمات به میلیون ها نفری که در مراسم زیارت اربعین شرکت می کنند تأثیر فراوان داشته باشد. توفیق غالب، مدیر رسانه و ارتباط دولتی استانداری کربلا در این زمینه گفت: کمربندی امام حسین علیه السلام یکی از مهمترین پروژه‌های راهبردی است که استانداری کربلا به دنبال تکمیل به موقع آن بوده است. وی همچنین تأکید کرد با توجه به اینکه زیارت اربعین امام حسین علیه السلام از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و بازتاب‌های مثبت فراوانی در دنیا بر جای می‌گذارد و به منظور رفاه حال میلیون‌ها زائر در این ایام به منظور رفع ازدحام در داخل مرکز شهر و ورودی‌های شهر کربلا این پروژه احداث گردیده است. توفیق غالب در ادامه افزود این پروژه همچنین استانداری‌های جنوبی را به نجف متصل می‌کند و در نتیجه از تراکم ترافیک به میزان قابل توجهی کاسته می‌شود و علاوه بر اتصال 15 محله شهر مقدس کربلا به یکدیگر برای تسهیل ورود زائران به کربلا که تعداد آنان در ایام زیارت اربعین میلیون‌ها نفر تخمین زده می‌شود گام مؤثری محسوب می‌شود. وی در بیان ویژگی‌های این پروژه گفت: این پروژه که توسط شهرداری کربلا اجرا شده به طول 21 کیلومتر و عرض 60 متر و شامل 3 پل می باشد که پل اول به طول 1350 متر و پل دوم به طول 1850 متر و پل سوم به طول 400 متر می باشد.